دسته گیراتر هم تر رفت کراشی میخوام هر این کپ کنی آینه مطابقه تاریش بلیزه میخوام هر این کپ کنی بایده داشتی مرز میشدی بابا یه راقه گردن کنم خوب میشونی کم کردی الحق کم شهری خوب بردی یه راقه دیگه به خوش من دوباره مزایای مردم میشم با این کتکایی که بهشون زدی فکر نمی کنم چه سره دیگر به حوش بیار تو رو خدا مواجه باش تلنگانی به من نخوره من هم بمیده نترس من شاملت میشم نمیری دلم میخواد تا میتونی اسباره به تازونی هرچه زودتر به مقصد برسیم کرایتو بیشتر میدم آقا اسباره میرسیم به جان به این مجخرفه مشافرت نکرده بودم میشونی که یاره شورچه دوش داره این ما رو بندازه تو این چله چله ها بایی میشه اولی باریه که با دیلی جان مشافرت میکنی مرد حسابی بگی تو خالی چه عدد سلمون نشدی بسودی حالم رو با هم بزادی مرد چطور این شیگار لعنتی خفن کرد من باید یه چیزی تو دهنم باشه تو خوابم ببری باشه نه اینجوری میخوام شب روز بخیر
اصلاحات رو بخوشم. سر پیچه آخریه، بیاید شما سه نفر برید با سنگ جلوی جاده رو ببندید تا آمدن پایین معطلش نمی کنیم. یالا بجنبید. امیدوارم در آینده بتونم یه چاقوی ژامندار براتون بخرم. زنده نشدن بزنیم به چاقو بری کنچه مالکی مرده باشه. به موقع رسیدی جوان، خوشم اومد. کار هر روزمه. ببینم شما کجا داریم میریم؟ میریم دنورسیتی. دنورسیتی؟ بد جایی نیست؟ منم میتونم با شما بیام. قدم رو چشم، معرفت رو با معرفت یه دویر میکنم. بی بالا جوان قربونه تو الان چیز با میخوام بیا بالا رو یارو خدا بشین بشین اون وقتی که بل خوب بلو 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 چیه بایی بینم برا سور چیه چه خوش کن بینم باشم لگر باشره نمونده خدا قسمت کنی که نبا پیدیش ما رو مهمو کنی دلم لک شده با دیگه مشکه آهوجو رفاقا لطفا فارتونی سنگین باشه من که 156 کیلو هم کاش که 156 مثال عقل داشتی خدا
خودش داره به کلک میزنه. یه کار رفکتو هست نشانمه که پولت فرد بشه. اینجا همه جی فرده از اون هم آس باشه. ما این دبو خود ما بگم بلو شبی تیشو برشو دردش میرون خودم این دردش بگیرین. سرداز اینا همینه چشمت کشو میخواسته تقلب نکنی بندازیرش بیرون. خوکو بندازش برون برم میدوزم نفخشو من همون برم ردام بشه چه آقای نازی، میتونم یه مشروب مهمونت باشم؟ بدونی من با هر کسی انقدر خوب تا نمی کنم. از رفاقات هم بدم نمیاد ولی تو به نظرم با مالی نامی چل چلی چه دم کن بیشه رفت دستانو بیشه چل چلی رو نگاه. یعنی اون آقا پسر از من مبتره؟ خودتو بکشی باید نمیا تا بایی لجه اون پساری که بپوهن میداد این درست نیست که من تو این کنی. برو برو بچه یه گول کلر با یه بچه در نیاد واقعا بسخر از مردم باید میخند بسرو با مردم باید میخند بسرو با مردم باید چراشونو بگیریم یا بریم خفا رو به هم بزنیم یا بریم خفا رو به هم همش تقصیر من بود. ازت متشکرم. امشب مهمون من باش. برای روزی رسون روزی ترسون.
که بوده که خبری های علکی خیکو بکشی بایی برگ درست یاده عجب جای جالبیه آبا چه فروشی ندادی؟ جاش هست آبم تو جواب فراغونه همسفرمون هر سه بزن با هاتو اندرشته یا نه؟ ولی اون ریشوی گردن کلوفتره من اینجور آدم ها که حقشون دفاع بکنن خوشم بشفی که آدم پشی نکنن دیگه به جمعه جواد خودشون باطل میشه بله ببخشین آقای کمبوزه حرفم پش گرفته اگرم پس نمیگرفی پس میداده تو چه فکر هستی مرد؟ بیا یکی از این سی Try one of these. They're factory made in France. France, huh? Well, then they must be women cigarettes. Is that right? Yeah, they do have cigarettes just for the ladies. زن زن دیگه سیگار خوبیه بکش. غریبیه آره جونم زنها با هم فرق دارن زن خوبه فقط مال یه نفر باشه سیگار بعدی نیم ببینم رفیق تو از کجا میای و کجا میخوا بری من از فرانسه میام الانم یه راست دارم میرم دنور سیتی گفتی دنور سیتی این همه راهو برای چی تهی کردی مگه تو دنور سیتی کسی کاری داری حالا که میخوای بدونی برات میگم درست 15 سال پیش شب بخیر پدر شب بخیر شب بخیر پدر بزرگ شب بخیر پسرم نیک یه سیگار بده به من میتواند قربان دو حرکت دیگه ماتی پدر آفرین پسرم بفرمایید قربان خیلی پدر جاناتان، باید باید حرف بزنم نیک بله قربان برو دارو باز کن اطاعت قربان شب بخیر آقای کلی، بفرمایین Not my family. I'll do anything that you want. Shoot. You can't, Jonathan. Jonathan. I said shoot. پسرشون زنده است. بکشیدش. فرانسه اقوامی داشت که منو پیش اونا فرستاد من اونجا بزرگ شدم تا اینکه تصمیم گرفتم برگردم به وطن حالا دارم میرم دنور سیتی که انتقام اونو بگیرم خب حالا تو تعریف کن از کجا میایی به کجا میری من سابقا تو دنور سیتی برو برویی داشتم مردم میخواستن منو کلانتر شهر کنن ولی چون میدونستم با انتخاب من ممکنه یه عده مردم بیگناه کشته بشن این بود که طلاها و اسنادمو برداشتم و به مرزی که در چند ماهی شهر خریده بودم رفتم تا اینکه یه شب Take care of him Thank you.
دستشو ببندین، اون خیلی خرنکه، میبرمش بیندازمش تو رودخونه. را بیفته. بگیریم پرتش کنیم پایین. Get on your horses. Let's go. این جوانه رکت کنیم برم دیم بالا اینجا چلچله بکنی نداری سلامتی و کلانتری که باید انتخاب بشه گوش کنید رفقا هر کدوم از شما باید ده ترای برای کورمت جمع کنید خب الان بهتر ما رو تنها بزنید اونجا رو نگاه کن کورمت مثلا که کارمون داره بیخ پیدا میکنه اون یارو وسطی خیلی شبیه استنلیه استنلی که نباید زنده باشه جانسون چون اگه هفته جونم داشته باشه باز حالا پوسیده باشه در هر حال از دور که خیلی شبیه استنلی اون دو نفر قرمولش هم به نظر آشنا میان مخصوصا اون جوانک شیک پوش
شباهت عجیبی به یه نفر که میشناسم داره. بس میگی جنس، اون به نظر منم خیلی آشنایی داشت. بهتر تو بری یه سرگوشی آب بدیم ببینیم مسافره تازه وارد کیا هستن و اسمشون رو بگیری برای من بیار. فورا تو هست اسامی هم مسافره که تازه وارد شده هم مخواه نکنم بودم آقامون بشه. از باید یکی نصیبه به نظرم آشنا نمیاد ولی خواهی شبه کاری جوان نتنه همون ثروتمند معروف 15 سال پیش یه تن آشنا سیفتن تو خونهش خودش و خانوادش رو کشتن و مال منالش رو برده. اون موبلنده چه کسیست؟ نمیدونم ولی وقتی این سنفر به هم اومدن اینجا حواستون رو خیلی باید جمع کنی فهمیدین؟ هره اتان دارم میگم ریم No, that's the wrong word. It's probably shadow while I'm jogging. که هم سفرات این اجازه میدی بیام تو بفرمین آقای اون در بازی سلام باید خواهر داریم سنده شانه خواهره حتما بش بگم گوش کن سندی منو قانه نکرده که اگه ما سه نفر با هم کار کنیم بهتره. خوب چون اینطور که تا اینجا خودتو نشون دادی آدم با برد بخوری هستی. بله دستانا با این همه آدم شرور بر افتادن مشکل هم البته اون وقتا درست برعکسه. حالا آدم های حسابی تو این شهر زندگی میکردن و اگه منم میخواستم مبارزه کنم زن و بچه های مردم از بین میرفتن ولی حالا میارزه که دست بکارشم. میخوام دمار از روزگارشون در بیارم. اگه تو هم با ما دو نفر کمک کنی هم من با آرزوی دیرینم میرسم و هم استندی حقشو میگیره. اگه واقعا دلت نمیخواد با ما همکاری کنی حرفی نداریم. میتونی بگی معذرت میخوام رفقا. حقیقتش من سرم درد میکنه واسه بزن بزن و بعدم نیومده. بگی سلامتی تو آدم مسئله. سلامتی سلامتی Guys, I love a man who doesn't flash just then. Look at me. Yes, I love all the moments that remind my love is free. Every night you can see a promise in my eyes. You can feel a flame down in my heart. Thank you.
دوستان عزیز و هم شهریان محترم، شما میخواین راحتی و آسایش داشته باشین، شما میخواین امنیت کامل داشته باشین. ما امروز برای همین اینجا جمع شدیم. ما میخواین برای مقابل سختی ها پایداری کنه. Has unfortunately passed away. He was a fine man, loved and respected. بنابراین من پیشنهاد میکنم در انتخاب کلانتر دست خوش احساسات نشید و مردی را انتخاب کنید که صمیمانه خدمت کنه و به درد همه برسه. من هیچ کس بهتر از کوربت نیست. هم شهریان عزیز، من به شما توصیه میکنم که کوربت را انتخاب کنید. اگر میخواین کلانتر عادل و شریف داشته باشید، کوربت را انتخاب کنید. مرد محترم رو به شما معرفی میکنم، آقای کوربت رئیس. همیشه به هر چیز با انصاف و عدالت و قانون احتیاج داریم. مردی مثل کوربت میتونه با قدرت قوانین این شهر را اجرا کنه. بدونم اینجا کسی نیست که به حرفای من گوش بده، ولی من حرفمو میزنم. آنچه حقیقت به زبون میارم. جانسون من میگم اون یک دسته. شما تو این شهر دسته خطرناکی را انداختین، واسطه این که در دسته این حتی برای خودتونم قانونی باقی نمونده. شما فکر میکنین کسی از کشتارهای شما خبر نمونده؟ قرار نمونده. تمام حرفاش موقع نمیارزه. تو آدم theory based on groundless rumors and lies. You're just talking nonsense. And not a soul in hell believed that. No, not one of them. A poor old sheriff was struck down by an unknown hand. But instead of you just spreading rumors before you got the facts all straight and clear in that head of yours, why don't you out and bring us in the murderer? Citizens of Denver City, don't you listen to the lies of this man. He uses words like magic because he wants to hypnotize you for his own benefit. Because he wants to put Denver City under control of... If you can get to the general corridor, how can you... شانسی کلانتر شدن رو ندارم جانسون جان. اون احمق نباید تیه اندازی میکرد. ما دیگه تو درد سر افتادیم. تو باید بری پیش کلی و جریان بهش بگی. باید یه جوری جبران کرد. ما
معطل چی هستی؟ را بیافت برو. شما چی کار رو میشین؟ من منتظر میشم ببینم اوضاع چی میشه. حتما کلیو از من خیلی ناراحت و عصبانی میشه، ولی تو برای شر بده که هر کاری ممکن بود کردین. ترسم بهش بگو جریان انتخابات چی میشه. برو. نکنه منو بزنه. گوش کن. مخصوصا بهش بگو استنلی برگشته، ولی ما برای خودمون نیوردیم که دیدیمش. اونم فعلا ساکته. دو نفرم همراهشن که آدمای خطرناکی به نظر میان و خیلی به استنلی احترام میذارن، مثل اینکه اونا رو استخدام کرده. بدون اجازه اون آب نمیخورن. بگو یکیشون هم ممکنه پسر کوپر باشه. خلاص اگه دیر به جنبه استنلی هممون رو میفرسته اون دنیا. برو. رفتم. چمی آبی جوش بیار، اگر باندم داریم بیاری رو میزه بیار جلو. پاپا جون علی سرت اومدی. پاپا بلند شو جلو، خواهش میکنم گریه نکن. اگر پنبه داری یک کمی به هم بده. آروم باش کوچولو. با رفتن آدم های حسابی از این شهر زندگی کردن اینجا مشکله. معقول اون وقت آرامشی بود، امنیتی بود، چیزی که اگه برقرار دیگه به درد من نمیخوره. اینقدر ناامید نباش، تو هیچیت نیست، درسته دکتر؟ خواهش میکنم، بلند شو کلر. کلر دختر، با اومدن استنلی تو دیگه تنها نیستی. استنلی تو مرده با شرفی هستی. اون دخترم به تو میسپرم. اریکسون، اگه صحبت نکنی بهتره. مطمئن باشی مثل دختر خودم ازش نگهداری میکنم. باید انتقام پدرم از اون آدم کشا بگیرم. من از شما میخوام که به من کمک کنی. سوزان خوشگله، اومدم ازت یک کمکی بگیرم، یعنی یه معاملهی بکنم. هیچ خبر داری که استنلی با دو نفر اومده اینجا؟ ما هنوز بروی خودمون نیاوردیم که اونو دیدیم. اونم به ما چیزی نگفته. جریان امشب نکنه. کلی میخواد اون انتخاب بشه. حرفتو بزن، انقدر این شاخون شاخ نپر. منظورم اینه که جون بکن. بگو چی؟ منظورم اینه که اومدن استنلی در این موقع بیدلی نیست. به علاوه اون دو نفر رو بی خود با خودش نیاورده. خب بعد؟ من میخوام بدونم استنلی چرا موقع انتخابا سر کلش پیدا شده و با اون دو نفری که استخدام کرده چی کار میخواد بکنه. گوش کن جانسون، از من همه جور استفاده ای میتونی بکنی جز جاسوسی، چون از این کار خیلی متنفرم. تازه اگه یه روزی خواستم از اینجور کارا بکنم نمی کنم. درسانی اونا مجانی خبر در اختیارم نمیذارم. واقعا باید دلشون رو به دست بیارم. فکر مخارجشون رو راضیت میکنم. تو اینقدر افسانگری که هر کدومشون رو بخواه به تور بندازی میتونی. دلم میخواد کاملا تحتوی قضیه رو در بیاری. پیش قسطش رد کن تا تصمیم بگیرم. باشه خوشگله، اینو به تو رو علال حساب بهت میدم. و به محض اینکه که کفستانی رو برام رو کردی،
تهدیدشو به تقدیم میکنم. خیلی خب، حالا برم، میخوام استراحت کنم، صبح یکیشونو میندازم تو تور. پس مواظب باش تورت سوراخ نباشه. خیالت راحت باشه. خیلی دیره، بهتره از همین الان دست به کار بشی. بهت قول میدم ضرر نکنی. علامت محسوسی؟ نه، این به من میگه شب تموم شده باید غزل خدا بزیر خون. اجازه میدی زحمت کم کنیم؟ عزیزم، حالا که تو از همه چی سردار آوردی و محل کلیو فهمیدی، حالا به من بگو به جنسون چی بگم. باور کن من توی این وضعیه دخالتی ندارم. پس بهتر همینطور خارج قضیه باشی. بله پسرم، 15 سال گذشته، اون فاجعه خوب به خاطرم هست. مدارکم کاملا مرتبه و نشون میده که از خانواده جوانتان کوپر تنها یک نفر باقی مونده و اون مرد مقتدریه به نام کلی که تمام اموال رو تصاحب کرده. اون به قدرت اسلحه و نیرنگ در این چند ساله تمام مردم این شهر رو بیرون کرده و به جای اونا یه مش مردم ناراحت و شرور آورده و تمام شغلا رو بین اونا تقسیم کرده. بنابراین اگر واقعا شما نوی مرحوم جوانتان کوپر باشین، باید ببینیم کتاب قانون ماده 356 چی میگه. بله، میشه ادعای وراثت کرد. شخص یا اشخاص باید با یک مدرک ثابت کنند که وراث واقعی هستند. یعنی باید شخص یا اشخاصی که مشغول استفاده از اموال هستند باید امضا کنند یا پس شما فقط دستور اسراتی میتونین اموالتون رو پس بگیرین که کلی بنویسه این اموال مال شماست. ولی من مطمئنم که شما هرگز نمیتونین چنین مدرکی رو از دست مردی مثل کلی بگیرین. من تو این را تنها نیستم. استانلیا به من میکنه. بنابراین قول میدم مدرکی که ثابت کنه من وارث واقعی هستم به امضای خود کلی براتون بیارم. موفق باشید. نمیدونید شما حق ندارید هیچ وقت پاتون اینجا بگذارید. کار مهمی بود که با هاس خدمت میرسیدیم. تنها بگذارید، کسی هم مرم نشه. بله تنها بگذارید. خب چی میگی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه مطلبیه که اینقدر فوریه؟ والله اینقدرم ناراحت کننده نیست. ولی ولی چی؟ دیشب تو دنور سیتی وقتی که جانسون نطخ میکرد، اریکسون شروع به فحاشی کرد و یکی از اون بچه ها اونو کشت. خب بعد؟ و مهمتر اینی که دیروز استانلی با دو نفر افتیر کش وارد شهر شده و حتما یه خیالاتی داره. یکی از این دو نفر شبیه کوپره، همونی که 15 سال قبل کشته شد. این موضوع برای ما وحشتی ره انداخته. شما بگی تکلیف ما با این سه نفر چیه؟ جانسون نمیتونه چی کار کنه. گفتی شبیه کیه؟ چی؟ حرف بزن احمد. یه دفعه دیگه بگو شبیه کیه؟ گری جوانتن کوپر. ولو الان 15 سال گذشته، در هر حال جنسون میخواد بدونه چی بکنه. که گفتی استانلی برگشته، باید صبر کرد، باید انتخاب کلانتر رو چند روزی عقب انداخت. گوش کن، به جانسون بگو چند روز تو خونه بمونه تا موضوع قتل اریکسون یکمی فراموش بشه. اما راجب استانلی اون دو نفر دیگه، بدون اینکه مردم متوجه بشن هر سشنو بکشید و نششنو بیاریم بندازین اینجا. برو. خدافیز. مزرعه کلی تا دنور سیتی در حدود 15 مایل فاصله داره، البته از راه اصلی. بله درسته استانلی. بله، مشتر از راه میانبر وارد معرکه شد.
اونا قطعا هر کسی رو که از راه اصلی بگذره زیر نظر دارن و خوب میتونن جلوشو بگیرن. روز بخیر. بله که سلام. روز بخیر. الان تمام میشه کلر. نمیدونی این آقایون تا چه حد به من لطف دارن. تا اینجا عالی جلو رفت. خوشحالم استنلی. من میرم براتون قهوه بیارم. خودم درستش کردم. من یه رز متشکرم. قهوه میچسبه. به نظر من بهتره که تو برای چند روز این شهر رو ترک کنی تا آب از آسیا بیاد. آمدم. او اینم کربه. قهومون دو قلو زاید. رئیس خیلی عصبانی شد. از دست تو، از دست من، خلاصه از دست هم میگه. راست میگی؟ آره جانسون جان، باید انتخاب شدن منو عقب بندازی. ولی گفت اول باید نش استانلی رو فقاشه ببریم پیشکش. تو و تو قسمت جنوبی شهر رو زیر نظر بگیرین. شما دوتان به افرادتون بریم قسمت شمالی. و تو کارات مواظب باش، همه کارا به خوبی انجام بشه. هر کدوم با افرادتون برین سر پستاتون. قول میدم که نش استانلی اون دوتا نوچه‌شو بندازم جلوی پای کلی. برید ببینم، زودتر. زیوا جانسون، بارچالله، بارچالله. خب رفیقا، برای رفتن به مزرعه کلی سه تا اسب مکش مرگمو میخواییم، باید یه جوری پیدا کنیم. اگه بخوام این همه راه رو پیاده گز کنیم به روغن سوزی میافتیم، اون وقت اوراقمون میکنم. من میتونم کمکتون کنم، خودم میرم پیش دریک و براتون ازش سه تا اسب میگیرم. کار خطرناکیه، من دریکو میشناسم. هیچ باید نیست بره ما رو لو بده. از اون گذشته ممکنه بعد از اینکه ما از شهر خارج شدیم بیاد اینجا مزاحم تو بشه و زندگی تو به هم بریزه. نه استنلی، برای دریک تنها چیزی که مهمه پوله. واقعا چه روزگاری بدی شده. من دلم میخواد هر چیز آدم کشی موقوف بشه. کار کلی رو به خودم واگذار کن. من آرزو دارم خودم با اون تصفیه حساب بکنم. مثلا دیگه اگه اسب پیدا کنم میرم سراغش. نگران اسب نباشین، اگه تونستم سه تا اسب میگیرم. یعنی یه دونش حتمیه. تا اسب تیز رو متشکرم دریک. بیا اینم 15 دلارت. متشکرم. ببینم دریک، سه نفر رو با همین جا نهیدی؟ همچه خانمه کلر همینجا؟ نه هیچ کس رو نهیدم غیر از این. عجیبه، ولی من دارم سه تا اسب زین کرده اینجا میبینم. درسته، این سه تا اسب مال منه. مگه تو کلانتر شهر دی؟ اصلا به تو چه مربوطه؟ چه این تو؟ من دارم دنبال سه نفر آدم میگردم در حالی که یه دختر خانمی مثل تو میدونه اون سه نفر کجا. درک حرف بزن، میگه اون سه نفر کجا هستم یا نه؟ از کدوم سه نفر حرف میزنی؟ من بی خبرم. بهتره که بذاری خانمی که لب بره. خواهش میکنم مزاحم من نشو، ولا با این چوب نیست. دختره رو ببرید کجا باشه. کجا اون مرکزه کجا؟ چی آجوره من میخوای؟ جانون نه چه دختر بزرگی شده ماشالله. دختر جون من دنیا آمدنت یا خدا که دنیا آمدن منو دیده بودی که باعث شدی پدرم کشته بشه. نه نه کلر کوچولو، بهتر حرفایی که برات ضرر داره نزنیم. خب میریم سر اصل مطلب. چه خبره اینجا جانسون؟ او چیز مهمی نیست سوزان عزیز. داریم از این دختر خانم سوال میکنیم استنلی دو نفر رفقاش کجا قایم شدن، اون خبر داره. تو این دارو دستت نوکرای کثیف اون کلی جنایتکار هستی. شهر به این صورت در آوردین و هنوزم میخواین آدم بکشین؟ بس دیگه، این همه کشت و کشتار کافی نیست؟ همه تون قاتلین، آدم کشتار. اون حضور رو به تو نایمده تا دوتو چکید نزدم. یالا بگو ببینم استانی رو کجا قایم کردی دختری بی پدر. علیه شما اون طفل چه میدونه چرا میزنه ازم؟ به حیرت کرد دست تو رو من برم میکنی؟ الان میشه میدونم چی کارت کنم. Yeah.
Bring it up. The girl, hey! You worthless bastards. A witness walks away unseen and only because two broads are fighting each other. Why, to fire the whole stupid lot of you. Idiots, get over to Erickson's and start shooting. Anybody you see at first sight. Jonathan Clay is not kidding. Now go on! Fatheads! You on horses go that way. You others with me. Hey, you all right? من از دلی رو شناختن. دلی که بیچاره رو کشتن. منم گرفتن بردن. الان سه تا اسم زین کرده تو استابل دریک حاضره. استابل دریک کجاست؟ من میدونم کجا ساندرز. باید فرار کنیم. اونا حتما شما رو اینجا پیدا میکنن. بهتره آروم باشی کلر. آتیشو حل کن. حال میبینی چطور همه تونو از اون لخ بیرون میکشم؟ یا دقیقه وقت میدم اگه نایم بیرون همه تونو دلی لخ. Go ahead, throw it. Thank you.
دخترم این مشته رو مشته مرد افکن ها باسه بلا باشی بینم باشه بابا یه بابا برو بلا تاکی کن بینم والله بیافتین جلو چه صحبت ها آشکال کله های بی مصرف آمدتون از این شهر بیرون میکنم بلا باشتو اتاعت بفرما آره باشا فورا خودتون حاضر کنیم میخواییم بریم دنور سیتی تا دیگه کسی من استیب پسر گاری جوانتر هستم همون کسی که تو خانواده‌اش از بین بردی این غیر ممکنه استیب مرده تو بروه میگه اون سال هاست مرده تو خیال کردی مرده آقای کلی اون الان اینجاست و میخواد این ورقه رو براش امضا کنی Thank you.
امضا کن. کار به تام اینجا مواظب باش. من با اون نفر میرم برای کاری دیگه میکنم. سراغ اون، منم میرم سراغ جانسون. برو اینم چیکار میکنی؟ نه جون هرچی کلانتر منو نکش اصلا. اتاق جانسون خانه. واه من هیچ وقت نشده که دلم بخواد کسی رو بکشم، ولی حالا تو رو میکشم. پس جانسون تو رو فرستاده بود منو بکشی. کلی این وسط هیچ کار است. احمق. نه استانلی، جانسون جانم تقصیری نداره. اجازه کلی این اتاق نمیکشه. آخا ما این خانش کنیش. احمق دلات لش. زودتر میگفتی بابا. بیافت چرا بیدم نده دیگه. جانار از روزگارتون در میارم. یلا بس جمعی براشون برسی. تو رفتی نی بابا. نه رفتی کالا برای که نشدیم. جد من دروغ گفتی کوربت، من اسنادمو پیدا نکردم.
اونا برای من یه دنیا ارزش دارم. طلا هم مال خودت. ولی اسنادم رو باید به هم برگردونین. من با کسی شوخی ندارم. تو حرف بزن جاسون. هون بهت دروغ گفته استنلی. کیفتو دست نخورده تو کشوی میزه. میتونی بری ببینی. اتاق تو کاملا گشتم ولی قبل از من اونجا زیر رو شده بود. غیر از شما دوتا کسی این کارو نکرده. وای به حالتون اگه نگین کیف و اسناد منو کجا گذاشتین. 10 ثانیه بهتون فرصت میدم. استنلی عزیز. باشه نخور، برو برو خودم بهت جا میدم. دستور زندان داره به من تحبیل کنه اونم ببرم مرکز. مک اصلا یه زندانی رو بیار ببینم. بگو به خودم نوکر دین کنم تا ولی با این بلا چوبه دار انتظارتونو میکشه برو بلا از اینو محفل نکن لیش کن بابا نه ترس خودمو لیز میکنم از دست اسرائیل فرار کنم میگی نه از جانسون جان بپرس Thank you.